با سلام مجدد به تمام بینندگان و شنوندگان ایرانی عزیزم، در این قسمت از برنامه من تلاش خواهم کرد راجع به بیماری‌های قلبی صحبت کنم. یکی از مهمترین بیماری‌های قلبی آتروسکلروز است. معنی آتروسکلروز معنیش چیه؟ معنیش اینه که سرخرگ‌ها هارد میشن، سخت میشن، شرکننده میشن و این به خاطر اینه که در قسمتی از عروق زخم میشه و داخل این زخم دو مرتبه چربی ها نقش مهمی دارن و کلسیوم اونجا نشست میکنه و همچنین این حالت مثل ما بهش میگیم آهک به زبان فارسی، این اونجا فرم میگیره، شکل میگیره و بسیار دیگه نمیتونه فلکسیبل باشه و کار خودش انجام بده. پس یکی از مهمترین بیماری‌های قلبی آتروسکلروز است و بیشتر باعث مرگ میشه. به چه دلیل؟ مثل آنوریسم، زمانی که تشخیص داده میشه دیگه دیره و قبلش این سرخرگ پاره میشه و تمام بدن رو انجام خونریزی میکنه و میمیره. با آتروسکلروز هم همچنینه. وقتی شما هارت سکته قلبی میکنید تازه دکتر میفهمه که شما عروقت بسته شده، پس سیمتومی نداره. یکی از دلایلی که آتروسکلروز تا زمانی که خون لختگی یا به صورت دیگه فاکتور خونی فیبرینوجن یا فیبرین در داخل این زخم نباشه، داخل زخم من میگم چون اصطلاحا ما بهش میگیم زخم داخل عروق، این نباشه هنوز سیمتوم نداره و خطری نداره. ولی به محض اینکه این فاکتورهای خونی در اونجا زیاد میشن و فیبرین اینقدر زیاد میشه، ناگهان این پاره میشه و تمام محتوی وارد حفره خون میشه، رد میشه و رگ رو میبنده و باعث سکته قلب میشه. همینطوری که در این اسلاید میبینیم مثالی از زخم پلاک به طور علمی شه داخل سرخرگه و اون رنگ زرد چربیه و اون وسطش که میبینی شما اون خونه و اون خون لختگی. وقتی خون لختگی که اومد این پاره میشه این زخم و محتوای زخم وارد حفره جریان عروق میشه و رگ رو میبنده و باعث سکته قلبی میشه. برای همینه که من اینو باید نکته رو اضافه کنم، وقتی آهک یا ما بهش میگیم کم کلسیوم نشست میکنه و این زخم انجام میشه، این به آسونی دیگه حل نمیشه. این از سنین کودکی شروع میکنه، این زخم بر اساس همون رژیم غذایی شکل گرفتن و بستگی داره به هر شخصی، به خود شخصی که چگونه میتونه این به ژنش بتونه مقابله کنه. هر چقدر ژن بهتر بتونه در سیستم دفاعی بدنش بتونه با محیط زیست یا همون رژیم غذایی مقابله کنه، این زخم طولانی تر میشه تا بخواد پاره بشه و سکته کنه. پس یک طولانی پروسس بسیار طولانیه و بستگی به از شخص داره که این دوره چقدر طولانی باشه و یا چقدر کوتاه باشه برای اینکه شخص سکته قلبی کنه. تو این اسلاید بسیار زیباست، اینو خودمون کشیدیم. این ساختمون یک دونه رگ خونیه، سه تا قسمت داره، قسمت داخلی، میانی و خارجی. وقتی قسمت میانی زخم میاد روی قسمت میانی، اگه توجه کنید این منطقه سلول هایی که داخل خون هستند، وقتی که این با لایه داخلی زخم میشه، به خصوص الان اسلاید بعدی توضیح خواهم داد، لیپوپروتئین ها
که با عامل حمل و نقل چربیا کلسترول و یا تریگلیسیرید داخل خون هستن به تمام بدن وارد این میشه، به خصوص LDL low density lipoprotein. این لایه، این بافت لایه داخلی پاره میشه و تمام اونجا وارد بافت ها میشن و ماکروفاژ ها یک نوع سلول دفاعی بدنه که چربی داخلش میشه و به صورت کلی ما بهش میگیم فوم سل، چون شبیه کف میگه سلولا شکل کف میشه دید زیر میکروسکوپ. و وقتی که میدیا لایه میانی که دیگه نمیتونه بیشتر التهاب طولانی تر میشه، اون قسمت هم تمام محتواش وارد رگ میشه. ولی مهمترین عامل این که رگ بسته بشه فاکتورهای خونی هستند و به خصوص فیبرین، آخرین پروتئین از سیستم کوآگولیشن. ببینیم داخل، خیلی بسیار جالب اینجا، سلولهای چربی با لیپوپروتئین ها که داخل خون هستن، لیپوپروتئین ها رو شما میتونید تصور کنید شبیه یک نوع بال که داخل این بال چربیه و احاطه شده اون جداره، اون پوستش به صورت اینکه منفیه، میتونه داخل آب حرکت کنه. چربی شما همینطوری که میدونید نمیتونه توی خون حرکت کنه. وقتی ما چربی رو میریزیم روی آب، از آب میترسه، میاد روی آب وای میسه. توی خون نمیتونه چربی آزاد باشه. وقتی آزاد باشه سکته میاد و باعث میشه رگ بسته بشه و سکته میاد. برای همینه که این به صورت بال بیرونش بسته شده است، داخلش چربیه ولی بیرونش احاطه شده که بتونه راحت توی خون حرکت کنه. برای اینکه بتونیم چربیا رو داخل خون حمل و نقل کنن و به داخل بافتا برسونن، ما به یه سیستم داره بدن بهش میگیم پلاسما لیپوپروتئینز. همینطوری که در این اسلاید میبینید، طرف ما چندین نوع داریم لیپوپروتئین، مهمترینش رو من اینجا نشون دادم. اگر به شکل دست راست نگاه کنید، Very low density lipoprotein که بعداً در بخش سیستم بایولوژی من این رو خواهم توضیح داد، این Very low density lipoprotein ها، LDL low density lipoprotein، lipoprotein small A و HDL high density lipoprotein. تا هنوز هم ادامه داره، میگوین که LDL bad cholesterol، HDL good cholesterol. معنیش این که اگه شما HDL بالا باشه شانست این که مریضی قلبی بگیری کمتره، ولی اگه LDL تیه بالا باشه شانس زیاده که سکته کنه. LDL بزرگترین حمل و نقل کننده کلسترول چربی در داخل بدنه. FLDL بزرگترین حمل و نقل کننده تریگلیسیریده. من همونطوری که در بخش اول توضیح دادم، انرژی ذخیره آهسته به صورت تریگلیسیرید داخل قطره‌های چربی، در سلول‌های چربی، داخل بافت چربی ذخیره میشه. پس FLDL خیلی شباهت داره به لیپید دروپلت یا قطره‌های چربی. از چه نظر؟ هم از نظر استراکچر. چرا؟ چون قطره‌های چربی هم داخلشون مثل یه توپ میمونه، چربی ها توشه تریگلیسیرید و بیرونش پروتئین ها و فسفولیپیدها باعث شده که این راحت بتونه رفت آمد کنه، مثل FLDL. چرا میگم FLDL خیلی شبیه به قطره‌های چربی؟ برای اینکه این هم تریگلیسیرید هم نقل میکنه. LDL بزرگترین ترانسپورت کلسترله. اگه به شکل طرف چپ نگاه کنید، این تکنیکو یه شخص روسی پیدا کرده در خیلی قدیم به وسیله سالت گردینت. یعنی چی؟ با سالت شما میتونید جد لایه هایی درست کنید، بعد شما پلاسما رو روی اون این نمک های مختلف رو روی اون پلاسما میارید و روی 200,000 مرتبه سرعتش پر مینوت میچرخه. و اگه توجه کنید، من اینجا اسم لیپوپروتئین ها رو نوشتم، این که میتونیم آیسول جدا کنیم از خون، روش مطالعه کنیم. یکی از چیزهای مهمی که
ما تونستیم انجام بدیم و دیگران نتونستن تا حالا انجام بدن، لیپوپروتئین اسمال ای هست. همینطوری که شما میبینید خیلی به صورت خیلی باریک این باند، و این باند رو تا هیچ کی نتونست جدا کنه. خوشبختانه گروه ما تونست انجام بده و ما عربیت هایی که پروتئین هایی که به اون میشینه حتی شناسایی کردیم که به زودی چاپ خواهیم کرد، که نشون دادیم که حتی ممکنه این خیلی تثبیت شده، چون تا حالا عمل کرده این پارتیکل رو نمیدونیم. حالا برمیگردم به این نقطه که چرا میگن HDL خوبه کلسترولش، LDL بده. این هرگز ثابت نشده، ولی بیشتر این حالت تجاری داره. تا اینکه ما در سال پیش چاپ کردیم و نشون دادیم که تمام پروتئین ها و آپولیپوپروتئین ها، یعنی اینکه آپولیپوپروتئین یعنی پروتئین هایی که روی پارتیکل ها هست، اینها کنسروفن روی تمام بیشترشون، که اونایی که توی متابولیسم چربی ها رول دارن بیشتر کنسروفن. معنی کنسروف اینجا معنیش چی میشه در پزشکی؟ معنیش اینه که انقدر اینها رولشون مهمه که بیشترشون تو تمام لیپوپروتئین ها وجود داره. لیپوپروتئین معنیش که لیپید یعنی چربی و پروتئین با هم. در نتیجه ما اومدیم ثابت کردیم که بالا رفتن HDL یا پایین اومدن LDL کمک نمیکنه، بلکه بایستی مثل انرژی که بالانس هست ما بین لیپوپروتئین ها بایستی بالانس باشه. وقتی بالانس باشه میتونن کار خودشون انجام بدن به صورت نرمال. حالا وقتی چربی ها خوب کار نکنند و فلدیل کارش چیه؟ بیاد فری فتی اسید، یعنی اسیدهای چرب رو که آزاده حمل کنه به سلول های چربی و اونجا انبار. حالا وقتی که انبار پره و داخل سلول های چربی میاد این انباشته میشه سلول اسیدهای چرب و به صورتی که هنوز مکانیزمش مشخص نیست، بعد میگرده به وسیله ترانسپورت هایی حمل و نقل کننده هایی، بعد میگرده به سیرکولیشن. این بالانس به هم میخوره و وقتی این اسیدهای چرب داخل سیرکولیشن برمیگرده باعث میشه که توی خون بالانس به هم میخوره و منجر به سکته قلبی میشه. پس سلول های چربی و لیپوپروتئین ها در رابطه مستقیم همکاری هستند و بیشتر تمام 99% لیپوپروتئین ها در کبد ساخته میشه و تا حالا نشون نداده شده که داخل سلول های چربی هم میسازن. همینطوری که توضیح دادم لیپید دروپلت یا قطره های چربی استراکچرش بسیار شبیه لیپوپروتئین است. این خیلی جالبه. فقط اینها در پروتئین هاشون با هم فرق میکنه. حالا برمیگردیم همین الان من برای شما توضیح دادم رابطه فلدیل که میاد ترانسپورت میکنه اسیدهای چربی که آزاد میاد میشه داخل جریان خون، میبره به سلولای چربی و اگر اونجا انباشته بشه، انبار پر باشه و نتونه در داخل قطره چربی جمع کنه، دو مرتبه به صورت مکانیزم هایی که هنوز شناخته نشده برمیگردونه تو سیرکولیشن. همینطوری که شما اینجا میبینید اگر این آدیپوسیتا این سلولای چربی و این قطره چربی که این استراکچر رو داره میتونه باعث بشه که روی اینسولین سینتز اثر داره. ما این رو نشون دادیم، چاپ کردیم. باعث میشه وقتی 80 تا 85% سلولای چربی رو قطره چربی در بر میگیره باعث میشه التهاب پیش بیاد. آتروسکلروز خودش التهابه. اینو در سال 1990 نشون داده شده که آتروسکلروز اون زخم التهابیه. وقتی میگیم زخم التهابیه یعنی بیشترش از سلولهای دفاعی تشکیل میشه. و اگر اینجا توجه کنیم کاردیوواسکولر دیزیز یا آتروسکلروز به وجود میاد وقتی که این ترانسپورت ما بین فلدیه و قطره های چربی داخل سلولهای چربی دیگه نرمال عمل نکنند و کارشون رو خوب انجام ندن و بالانس از بین بره و منجر میشه به بیماری های خرابی.
یکی از نمونه های بیماری قلبی که جین اینجا رول مهمی داره، ژن رول مهمی داره، بهش ما میگیم فیش آی دیزیز. معنی فیش آی دیزیز چرا بهش میگیم؟ چون میاد فت، چربی توی چشم انباشته میشه. وقتی توی چشم انباشته میشه، حالت چشم به صورت چشم ماهی میشه و برای همین به اسم این بیماری رو گذاشتن فیش آی دیزیز. جینی که جهش داره بهش میگن الکات لیستین اسیتیل ترانسپراز. این جین جهش داره، کار نمیکنه. وقتی این جین کار نکنه، HDL نمیتونه رسیده بشه یا ماچور بشه. وقتی HDL نتونه ماچور بشه، کارش نمیتونه انجام بده، خالی میمونه. یعنی نمیتونه کلسترول چربی رو از داخل سلولهای بافتا جمع کنه، برگردونه به سیرکولیشن و به کبد برسونه. مقدار HDL خیلی پایینه و باعث میشه کار بیماری قلبی وجود. نوع دیگه که به وجود میاد، بازم جین اشتباس، تانجیر دیزیز میگن. تانجیر برای این اسمش رو گذاشتن. یه منطقه‌ای است که اسم تانجیره که بیشتر این جهش دوین ژن وجود داره در اون منطقه و بیشتر اینها بیماری‌های قلبی بسیار زودرس دارن. برای همین میگیم پریماچو، خیلی زودرس اینا بیماری قلبی ایجاد میکنن. دو مرتبه HDL خیلی صفر نداره و کبد و تهار بسیار بزرگ میشن و بسیار اینها در لثه هاشون خونریزی میکنه و اگر جایی تو بدنشون زخم بشه بهبود نمیشه و خیلی زیاد مشکلات قلبی ایجاد میکنن و ممکنه در 10 سال 4-5 بار عمل قلب بشه یا عمل عروق بشه. مهمترین چیزی که من گفتم توضیح دادم که پس تمام لیپوپروتئین ها و آپولیپوپروتئین و پروتئین هایی که روی لیپوپروتئین ها وجود داره کنسردن. یعنی چی؟ یعنی اینها اینقدر مهم هستن و در تمام لیپوپروتئین ها تغییر نکرده. وقتی اینا تغییر نکرده، ما نمیتونیم بگیم که اگر HDL بره بالا خوبه، LDL بره پایین خوبه، LDL بالا باشه بده. اینجا مهمه که تمام اینها اگر یک پروتئین، مثلا یک پروتئینی که روی HDL ما ببریم پایین، این پروتئین روی LDL هم هست، اثر داره روی LDL هم، روی FLDL هم هست، روی FLDL هم اثر داره. پس ما نمیتونیم یک لیپوپروتئین بالا یا پایین ببریم، بلکه بایستی تمام اینا به صورت کوردینیشن با هم بالانس باشن و میزان تغییر کنن. برای همین بالانس ما بین اینها مهمتر از اینه که یکی یا از این لیپوپروتئین بالا یا پایین ببریم و این تثبیت شده و ما چاپش کردیم و بسیار مورد استقبال شخصی که روی قلب کار میکنه تو آمریکا تثبیت شده و تایید شده. در این قسمت دوست دارم من راجع به سیستم بیولوژی صحبت کنم. سیستم بیولوژی در طول این 20 سال با تلاش کردم که من یک سیستم بیولوژیست بشم. وقتی من در دانشگاه فو مولکولر سل بیولوژی تموم کردم، یعنی من میتونستم جین رو تغییر بدم و در لایدن اومدم جین ها رو تغییر دادم به این دلیل که بتونیم از این جین ها روله هاشون رو نگاه کنیم. مثلا جین رو بین ببریم داخل حیوانات مدل درست کنیم، یا جینی رو زیاد کنیم از یه جین داخل حیوانات، یا به صورت این که بتونیم عملکرد اون جین رو به دست بیاریم.